فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی گفته که این روزها افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار دادند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پیشتر در اینستاگرام به خود نوشت: تا 72 ساعت در سلولم از جایم نمیتوانستم تکان بخورم و آنقدر مرا زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. برای بررسی بیشتر این خبر بنیامین صد از رادیو فردا امر ماست. بنیامین، چرا موضوع شکنجه اسماعیل بخشی به رغم روال معمول تا این اندازه بین برخی مسئولان جمهوری اسلامی دارای اهمیت شده و اونها رو به تکاپو واداشته؟ خب ببینید، موضوع اعتراض‌های کارگری و مشخصاً حالا در واقع افشاگری آقای بخشی درباره برخوردی که باهاش در دوران بازداشت شده، تونست یک موج در واقع همسویی رو و همدلی رو بین مردم ایجاد بکنه با جنبش کارگری و اعتراض‌های کارگری، به این دلیل که خب این اعتراض‌ها عموماً صنفی بود، خواستار احقاق حقوقشون بودن، مطالبات از دست رفته‌شون بودن. از اون طرف برخی چهره‌های حکومتی مثل نماینده‌های مجلس برای اینکه خودشون رو حالا بی اطلاع نشون بدن از وضع زندان‌ها یا موارد دیگه‌ای که خب پیش از این هم منتشر شده بود از بدرفتاری با زندانیان عقیدتی یا سیاسی و همینطور شکنجه در بعضی بازداشت‌ها، خودشون رو بی اطلاع نشون بدن و همسویی داشته باشن حالا با افکار عمومی، مجبور شدن که بیان واکنش نشون بدن و به نوعی خواستار توضیح بشن درباره برخوردی که با آقای بخشی شده. همین موضوع در واقع باعث شد که حساسیت این اتفاق رو بیشتر بکنه و برای همین هست که ما میبینیم که فشارها همینطوری که وکیل آقای بخشی گفته بهشون زیاده برای اینکه تکذیب بکنه، چون موضوع از اون حالتی که خب معمولاً روال بود که در سکوت برگزار میشد، حالا اون کسی که مورد در واقع بدرفتاری قرار گرفته بود در دوران حبس یا بازداشت خودش خیلی صداش شنیده نمیشد یا چهره های در واقع مسئول ابراز نظر نمی کردن درباره وضعیتش. این بار ولی میبینیم که خب موضوع داغ شده و همین موضوع حساسیت ها رو بالا برد.